قسمت خبرها در برنامه امشب تلویزیون آشنا صدای امریکا. تجلیل از 29مین سال روز خروج قشون سرخ از افغانستان. رئیس جمهور غنی در مراسم تجلیل از این روز وعده داد که تا 2 سال دیگر تمامی مهاجرین افغان از پاکستان را برمیگردانند. جنجال ها بر سر توزیع تذکره های الکترونیکی بار دیگر اوج گرفته است. آیا روند توزیع این تذکره ها به درخواست رئیس اجراییه به تعویق خواهد افتاد؟ و در واشنگتن هیئت ویژه حقیقت‌یاب 13 طبعه و 3 نهاد روسیه را رسما به مداخله در انتخابات آمریکا متهم ساخت. اهمیت این گام در چیست؟ تفصیل آن را خواهید شنید. سلام، با تلویزیون آشنا صدای امریکا خوش آمدید. احمد فادلامی هستم. برنامه امروز شنبه 28 دلو سال 1398-96 شمسی از شهر واشنگتن دی سی. در این برنامه از تازه ترین رویدادهای افغانستان و سایر نقاط جهان آگاه خواهید شد. با ما باشید. نریندرا مودی صدر اعظم هند و حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در دیدارشان در دهلی جدید توافق نشان دادند که تلاش ها برای آوردن ثبات به افغانستان را تشدید بخشند. در 3مین روز سفر آقای روحانی به هند، آقای مودی از وی با مراسم خاص پذیرایی کرد و پس از صحبت با او تعهد هند مبنی بر کمک با افغانستان در عرصه های صلح، امنیت و رفاه را تصریح بخشید. گرچه صدر اعظم هند گفت که آنها خواستار محو دهشت افغانی در سطح منطقه و جهان می باشند، اما هیچ یک از رهبران مشخصا از پاکستان نامی نبرد. حسن روحانی رئیس جمهور ایران امروز در دهلی جدید در رابطه با بهبود روابط میان هند و ایران نیز خوشبینی نشان داد. اگر ما در این سفر بتونیم به نقطه‌ای برسیم که اجداد ما در ایران و هندوستان با هم بهترین روابط رو داشتند، اگر ما بتونیم به اون روز برسیم کار بزرگی کردیم. آقای روحانی به روز پنجشنبه عازم هند شده بود و نخست به شهر حیدرآباد و سپس به دهلی جدید رفت. هند در صدد توسعه بندر چابهار ایران می باشد تا از آن طریق بتواند مراودات تجارتی خیش را با افغانستان و آسیای میانه افزایش بخشد. همزمان با بزرگداشت از 29مین سال روز خروج قشون سرخ از افغانستان، محمد اشرف غنی رئیس جمهور این کشور می گوید که تا 2 سال دیگر تمامی مهاجران افغان را از پاکستان برمیگرداند. بخش اعظم این مهاجرین در هنگام اشغال افغانستان از سوی نیروهای اتحاد شوروی وقت به پاکستان مهاجر شدند که تا کنون زمینه برگشتشان به افغانستان فراهم نشده است. برخی از بازماندگان قربانیان تجاوز اتحاد شوروی پیشین به افغانستان خواهان مجازات عاملان کشتار افغان ها اند. 29 سال پیش با گذشتن آخرین افسر شوروی پیشین از این پل و ترک افغانستان به اشغال 9 سال 53 روزه افغانستان پایان داده شد. این اشغال که به جنگ تمام عیار میان افغانها و نیروهای شوروی پیشین انجامید، بر بنیاد آمارها بیش از 1 میلیون کشته و نزدیک به 5 میلیون مهاجر به جا گذاشت. مهناز که در آن هنگام 14 ساله بود، شبی را به یاد دارد که نظامیان حکومت پیشین به خانهشان حمله کردند و 4 برادر و پدرش را با خود بردند. همون شبه که بردشانه تا وقتی که اونمو لیست 5000 برامد دیگه ندیدیمشان، زیاد پشتشان گشتیم. تقریبا 5 سال امیر امن روزه میگشت مادرم. باز روزای جمعه پلچرخی میرفتیم، روزای جمعه بود، روزای جمعه پلچرخی میرفتیم اما نیفتیمشان. اشغال افغانستان توسط شوروی پیشین 240 میلیارد دلار به اقتصاد افغانستان آسیب رسانید. این اشغال میلیون ها افغان را مهاجر و بیجا ساخت که بسیاری از آنان تا کنون هم قادر نشدند که به کشورشان برگردند. تمام ارزش های حال حکومت افغانستان میگوید که تا 2 سال دیگر مهاجران افغان را از پاکستان برمیگرداند. همیشه از اینا یاد میکنیم، مگر بدبختانه تا هنوز هم شرایط معاصریت و شرایط رفاهی را فراهم نکردیم که این تعهد ملی خود را انجام بدیم و امید است که از یک طرف در 24 ماه آینده هدفی را که ما میخواهیم است
که تمام مهاجرین افغانستان از پاکستان دوباره با آغوش کشور خود بیاد. ما میخواهیم تمام اولویات خود را تغییر بدیم تا مهاجرین افغانستان از پاکستان پس بیاد. اما این برای مهناز که میگوید آن شب همانند کابوسی بود که هیچگاه فراموشش نمیشود ظاهرا کافی نیست. میگوید که عاملان کشتار مردم باید محاکمه شوند. میخواهیم که قاتلینشان چی از اینا چی از دیگه مردم به محکمه کشانده شوند. ما نمیخواهیم که اعدام شوند. لااقل به محکمه کشانده شوند و قبول کنند که ما قاتل هستیم، جنایت کردیم. در اشغال بیش از 9 ساله افغانستان، شوروی پیشین نیز حدود 15,000 سرباز و افسرش را از دست داد. شوروی ها در هنگام حضورشان در افغانستان دست به ساخت و سازهای گسترده نیز زدند که نظیر آنها هیچگاه در افغانستان ساخته نشده بودند. سید حسیب مودودی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی افغانستان، ظاهرا در واکنش به توزیع تذکره های برقی میگوید که تصمیم های ناسنجیده می تواند عواقب ناگواری داشته باشند. آقای عبدالله امروز از وجود بحران سیاسی و امنیتی در افغانستان سخن زد و گفت که تصمیم ها درباره مسائل ملی باید به وحدت ملی میان مردم بیانجامد. از سوی هم رئیس جمهور غنی میگوید که سرانجام باید درباره مسائل ملی تصمیم گرفته شود و تصمیم ها نیز بر بنیاد قانون اساسی خواهند بود. جلال میرزاد گزارش میدهد. روند توزیع شناسنامه های برقی در افغانستان باز هم چالش برانگیز شد. این روند از ریاست جمهوری افغانستان آغاز شد، اما با واکنش ریاست اجرایی این کشور روبرو شد. رئیس جمهور، بانوی نخست افغانستان و نیز معاون دوم ریاست جمهوری این کشور از نخستین کسانی بودند که روند انگشت نگاری را سپری کردند. ریاست جمهوری افغانستان میگوید که به زودی توزیع شناسنامه ها نیز آغاز خواهد شد. زمان ساکت بودن امید که مغوالو مخکلارسو او د خپل ولستون زهل کو، نو ضرور ده چې فیصله وکړو، مشوره په سر و ستر کو، اما دا نسی که دی چې تصامیم ممونه نیسو. اما ریاست اجرای افغانستان پس از آغاز این روند بر رسانه ها اعلامیه فرستاد و خواهان به تعویق افتادن توزیع این شناسنامه ها شد. عبدالله عبدالله، رئیس اجرای این کشور، به این باور است که باید برای عملی شدن روندهای ملی خواست مردم به بحث گرفته شود. تصامیم بر سطح ملی، ایجاب مشوره های کافی، ایجاب بحث کافی را داره و وقت برزو داره که ما تصمیم را بگیریم که مردم یک پارچه و متحد بسازن. در شناسنامه های برقی در افغانستان، گنجانیدن واژه افغان و ملیت ها جنجال برانگیز هستند. شماره ها طرفدار گنجانیدن واژه افغان هستند، اما شماره ها با این واژه مخالفت دارند. موضوع هویت ملی و هویت شهروندان یک مسئله بسیار حساس هست که باید با توافق همه بخش های جامعه حاصل شود. اما اینکه یک تیم، یک حلقه معین در قدرت خواسته باشند یک هویت جعلی را بر شهروندان تحمیل بکنند، باعث بروز بحران‌های جدید در جامعه خواهد شد. و ده مسئله از فکر کام حل شوی مسئله ده. دست کم زای نده پاتی چی پده که کم اختلافات موجود بی. بخاطر دیده چه یه قانونی مسئله ده، چه قانونی پلاوی ده ملی شورا اگه قانونی پلاوی تایی کرده، اگه فیصله شویده. قانون ثبت احوال نفوس در نخستین روزهای کاری رئیس جمهور غنی امضا شد، اما پس از اعتراض‌ها عمل شدن این قانون به تعویق افتاد. رئیس جمهور بار دیگر با فرمان تقنینی در ماده ششم این قانون تعدیل آورد و واژه افغان را به عنوان ملت همه در افغانستان اضافه ساخت. اگرچه این فرمان تقنینی هم از سوی مجلس نمایندگان رد شد، اما پس از آن کمیته مشترک شورای ملی آن را به تصویب رساند. جلال میرزاد، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، کابل. کابل به تاریخ 9 هوت میزبان بزرگترین نشست در رابطه با صلح، یعنی پروسه کابل خواهد بود. محمد اشرف غنی، رئیس جمهور افغانستان، میگوید که در این نشست طرح حکومت برای صلح ارائه خواهد شد. جزئیات این طرح هنوز علنی نشده، اما وزارت خارجه افغانستان ابراز امیدواری کرده که از این طرح حمایت همه جانبه صورت خواهد گرفت. در مورد اهمیت این نشست و دورنمای پروسه صلح افغانستان، نظر مهمان برنامه محترم نبی مصداق را می شویم که از استدیوی کابل با ما اند. آقای مصداق، سلام بر شما و خوش آمدیم.
و طرحی که حکومت آن را ارائه خواهد کرد خوشبین هستین یا خیر؟ در حال حاضر حکومت چه گزینه های مورد قبول برای صلح در اختیار دارد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و همه شنونده ها. این پروسه دوم کابل است که پروسه اول جون سال گذشته بود و در این 28 مملکت از ممالک آسیای مرکزی، ممالک آسیای جنوبی، بعض ممالک عرب، ناتو، امریکا و انگلستان همه در اینجا شرکت میکنند. جلسه ای که در چند روز در جریان از این کنفرانس سر از او بحث میشه سه مورد است. یکی که با پاکستان باید گفتگو شوه، یکی گفتگو از طریق فرستادن تروریست ها به افغانستان و منی از او، و دوم ای که راجع به مهاجرین که در افغانستان است و هم افغان ها می خواهند که پاکستان سیاست خود راجع به افغانستان مثل بسیار ممالک دیگه تغییر بده. ما می خواهیم که همراه پاکستان روابط تجارتی داشته باشیم، اما روابط سیاسی ما موضوع جداگانه است و ای باید در مقابل روابط تجارتی باید کدام مشکل خلق نکنه. دومی که راجع به تروریسم حرف زده میشه و سوم راجع به صلح با طالبان. این سه موضوع بسیار مهم است که در پروسه کابل امسال سر از او بحث میشه. اگر راجع به صلح صحبت بکنیم، طالبان چند روز پیش در یک نامه عنوانی امریکاییان خواستار مذاکره شدند. این پیشنهاد طالبان را چگونه ارزیابی میکنین؟ طالبان در پی چی هستند و آیا همصدا می باشند؟ ما او برنامه بسیار دور به دراز خواندم، کدام چیز نو در او نبود. طالبا کدام پیشنهاد مشخص نکده بودند. بر از اونا صلح به معنای عزیز که باید امریکایی از افغانستان برن و ای حکومت ایواز از ای حکومت اونا یا اشخاص دیگری به قدرت بیاید، و اونا توصیف وقت خود بسیار زیاد دروجه کرده بودند و مشکلات بسیار زیادی که بعد از سقوط طالبا به وجود آمده به او اشاره کرده بودند. از این معلوم میشه که او یک دکتیت پاکستانیا بود، که چون پاکستان زیر فشار دنیاست و یک طرح داده بودند که به چندین زبان نشر کنند. شما به یک نکته بسیار خوبی اشاره کردین، نکته ازی که تعریف صلح از نگاه طالبا. صلح خاص همه مردم افغانستان است و حتی طالبان هم چنان چه گفتین در پیام‌های خود از صلح یادآوری میکنند، اما تعریف صلح نزد هر کس متفاوت است. از دیدگاه شما حکومت برای تامین صلح تا چه حد پیش رفته میتواند؟ کدام ارزش‌ها قابل معامله و کدام ارزش‌ها غیر قابل معامله هستند؟ ببینید، ما در حدود 160 ولسوالی داریم، از او جمله تقریبا 15 الی 20 از او در اوج طالبان نفوذ داره. اگر طالبان واقعا میخوان که صلح کنن، باید طالبای خود، طالبای جنگی خود از این ولسوالی ها بکشه و یک حسن نیت خود بر صلح نشان بده، اما اونا نمی کنن. افغانستان چندین بار اعلام کرده، گفته که اونا طالبایی که می خواهد که صلح بکنه، ما حاضر هستیم که با اونا دور میز در افغانستان یا کدام مملکت دیگه بشینیم و گپ بزنیم. اونایی که نمی خواهند که صلح بکنن در کنترل خارجی هستن، به خاطر پول و به خاطر دیگر مرام ها می جنگن، ما مجبور هستیم در مقابل اونا بجنگیم. دیگه تعریف صلح امیس، هر کسی که صلح می خواهد با او صلح شود، هر کسی که صلح نمی خواهد با او جنگ شود. تشکر از شما آقای مصداق، ممنون. یک محکمه در پاکستان مردی را که به تجاوز جنسی بر یک دختر خردسال و کشتن او متهم بود به 4 بار اعدام محکوم کرد. عمران علی 24 ساله در قضیه قتل زینب 6 ساله از سوی یک محکمه ضد دهشت افغانی در ایالت پنجاب پاکستان مورد محاکمه قرار گرفت. سارنوالان میگویند که افزون بر این، عمران علی در قضایای قتل حداقل 7 کودک دیگر در شهر قصور پنجاب نیز متهم میباشد.
زینب 7 ساله ماه گذشته ناپدید شده بود و سپس جسدش در یک میدان کثافات یافت شد و معلوم گردید که او مورد تجاوز جنسی هم قرار گرفته بود. قضیه زینب در سراسر پاکستان خشم مردم را برانگیخت. هیئت ویژه حقیقت‌یابی که در مورد دخالت روسیه در انتخابات ریاست جمهوری 2016 آمریکا تحقیق می‌کند، 13 شهروند و 3 نهاد روسیه را رسماً به مداخله در آن انتخابات متهم کرد. این هیئت با نشر یک اتهام نامه ادعا کرد که روس‌ها تلاش داشتند تا در جریان انتخابات ریاست جمهوری آمریکا دونالد ترامپ را در برابر رقیب دموکراتش هیلری کلینتون کمک کنند. رابرت مولر رئیس هیئت حقیقت‌یابی که دخالت روسیه را در انتخابات ریاست جمهوری سال 2016 آمریکا بررسی می‌کند، دیروز اتهامات در مورد مداخلات روسیه را با جزئیات ارائه کرد. در اتهامنامه 37 صفحه‌ای این هیئت آمده است که روسیه از سال 2014 با نشر پیام‌ها و اعلانات جعلی تلاش‌های خود را به خاطر جهت دادن ذهنیت عامه به نفع دونالد ترامپ آغاز کرده بود. اشخاص متهم قصدن در برابر ایالات متحده به اقدامات دست زدند که جنگ معلوماتی خوانده می شود و هدف از این کار ایجاد بی‌اعتمادی در برابر کاندیدان و نظام سیاسی این کشور بود. بر اساس یافته های این هیئت، 12 تن از افراد متهم برای یک شرکت روسی موسوم به اداره تحقیقات اینترنتی کار می کردند. با گفته این هیئت حقیقت‌یاب، این شرکت روسی در شهر سنت پیترزبرگ روسیه موقعیت داشته و با قصر کرملین رابطه دارد. اما در اتهامنامه ترتیب شده از سوی هیئت حقیقت‌یاب، همکاران کمپاین دونالد ترامپ به دست داشتن در این دسیسه متهم نشده اند. هیچ ادعایی در این اتهامنامه وجود ندارد تا نشان دهد که یک آمریکایی در این فعالیت‌های غیرقانونی دست داشته باشد. هیچ ادعایی در این اتهامنامه وجود ندارد تا نشان دهد که این فعالیت‌ها نتایج انتخابات 2016 را تغییر داده است. پس از آن که این هیئت حقیقت‌یاب اتهامات علیه 13 شهروند و 3 نهاد روسیه را اعلام کرد، دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا یک بار دیگر با نشر یک پیام در صفحه توییترش نگاشته که مداخله روس‌ها تأثیری بر نتایج انتخابات نداشت و ستاد انتخاباتی او هیچ تبانی با روس‌ها نداشته است. در این حال، وزارت خارجه روسیه متهم شدن 13 تبعی آن کشور را به مداخله در انتخابات آمریکا خنده آور خوانده است. سید عزیز رحمان، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده و همسرش میلانیا ترامپ دیروز به عیادت زخمی شدگان واقعه گلوله‌باری در یک کلیسای ایالت فلوریدا رفتند. در بازدید از شفاخانه ای که این زخمی شدگان در آن بستری‌اند، آقای ترامپ از کارمندان صحی سپاسگزاری کرد و به زخمی شدگان شفای عاجل استدعا نمود. سپس او به دیدار منصوبین امنیتی رفت و با افسری که گفته می‌شود عامل گلوله‌باری را یافته و دستگیر کرده بود ملاقات کرد. در واقعه گلوله‌باری روز چهارشنبه 17 تن کشته و 14 تن دیگر زخمی شدند. FBI پذیرفته که قبلا به این اداره راجع به فرد مرتکب گلوله‌باری هشدار داده شده بود. ایالات متحده و ترکیه توافق کردند تا تنش‌هایشان در پیوند به جنگ سوریه و سایر موضوعاتی را که روابط این دو متحد درازمدت ناتو را تهدید می‌کند کاهش دهند. ایالات متحده و ترکیه تعهد کردند تا در همکاری با هم دیگر از رویاروی شدید نظامی در سوریه جلوگیری کنند و در کنار هم قرار گیرند. رکس تلرسن وزیر خارجه آمریکا سفر 6 روزه خود به شرق میانه را دیروز با رفتن به ترکیه پایان بخشید. یک حمله نظامی ترکیه علیه محاصره افرین و حمایت واشنگتن از جنگجویان کردی در این کشور بحران خطرناکی را در روابط ایالات متحده و ترکیه ایجاد کرده است. اما پس از چند ساعت ملاقات خصوصی با رئیس جمهور و وزیر امور خارجه ترکیه بدون اشتراک هیچ همکار دیگر و یا مترجم، رکس تلرسن وزیر امور خارجه و همتای او گفتند که از احتمال تشنج و بحران شدید جلوگیری کردند. ما دیگر نمی خواهیم به تنهایی کار کنیم. ایالات متحده یک کار را و ترکیه کار دیگر را انجام خواهد داد. ما قصد داریم از همین نقطه به بعد با هم همکاری کنیم. ما قصد داریم تجهیزات نظامی را بسته و روی مسائلی که برای ما مشکلات ایجاد می‌کند تمرکز نماییم. دانجه ده سویدیم ایلیشکیلریمیز
کریتیک می راشمده. ما این را تصحیح خواهیم کرد و روابط خود را ادامه خواهیم داد یا موضع خیلی ها وخیمتر را در پیش خواهیم داشت. اما با اراده که ما از دیروز به دین سو پیش رفتیم و مسائل را مطرح کردیم، برای عادی کردن روابط ما به نتیجه و رویکرد مهم دست یافتیم. هر دو جانب گفتند گروه های کاری برای انجام کار روی جزئیات، از جمله جایی که سربازان برای جلوگیری از درگیری در سوریه قرار خواهند گرفت، ایجاد خواهد شد. در حالی که تلرسن ترکیه را ترک می گفت، یک محکمه ترکیه 6 خبرنگار به شمول دو برادر را که در طرح کودتای ناکام سال 2016 دست داشتند به حبس ابد محکوم کرد. تحلیلگران می گویند ایالات متحده و ترکیه هنوز هم در مورد سرکوب گسترده اردوغان در تقریبا تمام بخش های جامعه پس از کودتای ناکام دیدگاه متفاوتی دارند. ایالات متحده برای مدت طولانی تلاش کرده است تا نو دموکراتیزه کردن در ترکیه را ترویج نماید، اما من فکر می کنم متوجه شدند که اول آن بسیار موفقیت آمیز نبوده است و دوم این که به اندازه کافی روی آنچه که اردوغان انجام می دهد تاثیرگذار نبوده است. وزیر خارجه ایالات متحده آقای تلرسن مدت هاست که از دموکراسی در ترکیه حمایت کرده است و آن احترام به حاکمیت قانون، استقلال قضایی و مطبوعات آزادند که منبع استحکام و ثبات است. لیلا محبیب عظیمی، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا. بر اساس یک گزارش تازه، نیروهای حافظ صلح ملل متحد در شرق اوکراین می توانند که طی 12 ماه راه را برای انتخابات محلی آن منطقه هموار سازد. رئیس کنونی ماموریت نظارت به صدای آمریکا گفت که کارمندان آن اداره در درگیری‌های شدید با تهدیدهای روزافزون مواجهند. هنری رجول خبرنگار صدای آمریکا گزارشی دارد که برگردان آن را از رویا زمانی می‌شنویم. سازمان امنیت و همکاری اروپا گزارش می‌دهد که درگیری‌ها در شرق اوکراین در هفته‌های اول سال 2018 همراه با بیش از 1000 بار نقض آتش‌بس در یک روز رو به افزایش است. بر علاوه این وضعیت، به 700 ناظر غیر مسلح اجازه داده نشده تا وظایفشان را در آنجا انجام دهند. الکساندر اوگماوین رئیس این سازمان می‌گوید این کار از طریق موانع گشت و گذار، جاسازی ماین ها و سایر موانع فیزیکی صورت می گیرد و در عین زمان این اقدامات خود نقض موافقتنامه های منسک می باشد. در ضمن دخالت های فعال در نظارت ما صورت می گیرد. ما در پوسته های تفتیشی متوقف می شویم و ما را بیشتر اجازه نمی دهند. از سوی هم کورت والکر، نماینده خاص ایالات متحده برای اوکراین، برای حراست از ناظرین سازمان امنیت و همکاری اروپا خواهان مأموریت محافظین صلح ملل متحد شد. این در حال است که گزارش تازه اندرس فورس موسن، کمیشنر پیشین ناتو و در حال حاضر مشاور رئیس جمهور برای اوکراین، خواهان یک نیروی 20,000 نفری از نگهبانان صلح از کشورهای غیر عضو ناتو شده است. همچنان در این گزارش آمده است امید بر این است تا این نیروها راه را برای انتخابات در شرق اوکراین فراهم سازد که بخش عمده توافقنامه سال 2015 منسک می باشد. گزارش تازه آقای فورس میسن به مقامات تمام جناح‌ها در جریان کنفرانس امنیتی منشن که قرار است در جریان این هفته برگزار شود پیش خواهد شد. سوال این است کسانی که این گزارش را می‌گیرند آیا می‌توانند به درگیری‌ها خاتمه ببخشند؟ اضافه بر این آیا این گزارش کمک می‌کند تا وضعیت به شمول وضعیت ناظرین بهتر شود و از سایر مسائل استقبال شود؟ با احترام به قابلیت‌های عملیاتی ملل متحد در اوکراین، این یک تصمیم است که باید آن را شورای امنیت نهایی بسازد. بیش از 10,000 نفر از اپریل سال 2014 تا حال جانهایشان را از دست دادند. او میگوید که بیشتر غیر نظامیان این درگیری‌ها و اهداف آن را حمایت نمی‌کنند. مقامات ارشد حکومتی از روسیه، اوکراین، آلمان و فرانسه درگیری‌ها در اوکراین را در حاشیه کنفرانس دو روزه امنیتی منشن به بحث خواهند گرفت. قرار است که این کنفرانس در 16 فوریه آغاز شود و این در حال است که هر گونه تلاش برای مأموریت محافظین صلح می تواند که توسط روسیه ویتو گردد. رویا زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن. مواد مخدر جامعه را به سوی تباهی سوق می دهد. بیایید برای مبارزه با این پدیده شوم متحد شویم.
مواد مخدر قاتل خاموش. شماری از سرمایه‌گذاران در کابل میگویند که نشر خبرهای مبنی بر شیوع انفلوئنزای مرغی سبب شده تا به کاروبار آنها میلیون‌ها دلار زیان برسد. وزارت زراعت افغانستان پیش از این با نگرانی از گسترش انفلوئنزای مرغی در افغانستان شماری از فارم‌های مرغداری را در کابل و برخی از ولایات قرنطینه کرد. هدایت الله نوری گزارش می‌دهد. این یکی از فارم‌های مرغداری در حومه کابل در ولسوالی گلدره است. در این فارم صدها مرغ پرورش می‌یابند تا بخشی از نیازمندی باشندگان به گوشت مرغ را تامین کند. اکنون نگرانی ها از احتمال شیوع انفلونزا فارمداران را نگران ساخته است. هیچ مشکلی در این فارما نداریم که مشکل باشه که ما بگیم که انفلونزا باشه یا چیزی. یه تو متخصص هم تا فعلا نبوده که در تشخیص کرده باشه. انفلونزا که یک چیزی است که در فارم بیاید، اون فارم را کلی تلف می‌سازه. این فارم در ولسوالی دهسبز کابل نزدیک به 5 سال پیش ایجاد شده بود که اکنون به علت شیوع انفلونزای مرغی فعالیت‌هایش را متوقف ساخته‌اند. مسئولان این فارم دولت را به پخش اطلاعات نادرست متهم می‌سازند. یکی از مشکلات اندیم اونی است که این فارمای مرغ در شما دیدن خالی است. اگر ما در این مرغ بندازم، دمی چند هزار مرغ می‌بره بیشتر از زمین میلیون‌ها افغانی در این مصرف نه. و حالا شما می‌بینید که این انتشارات انفلونزا بسیار زیاد است. در مارکت فروش کردن نمیتونیم. در مارکت این مرغ هیچ اصلا فروش نمیشه، کس نمیخره. خب مردم از وقتی که میبینن که وزیر صدرات باشان میگه که انفلونزا وجود داره در مرغ، در مرغ هست، او اصلا هیچ کس استفاده نمیکنه. اما انفلونزای مرغی چی است و چی تاثیر به سلامت انسان ها دارد؟ انفلونزای مرغی از فامیل یکی از امراض ویروسی است که مربوط فامیل به نام اورتمویکس ویرودی میشه و ای سه تایپ داره که A, B, C و تایپ H دارای تحت انتیجن های H و N مطالعه میشه که یک تایپ زی زونوس یا مشترک است بین انسان و حیوان، انتقال دهنده است، ناقل است، کشنده است و انواع دیگهش تنها خطرناک بر طیور و پرنده های اهلی و وحشی است. پیشتر وزارت زراعت تایید کرده بود که انفلونزای مرغی توسط پرندگان مهاجر از پاکستان و ایران به ولایت‌های خوست، هرات و کابل انتقال یافته است. هرچند این وزارت هشدار می‌دهد که انفلونزای مرغی یک بیماری ساری و کشنده است و مردم با مشاهده مرغ‌های مرده با آنها نزدیک نشوند و کلینیک‌های حیوانی را در جریان بگذارند. اما تاکید دارد که فارمداران پس از تکمیل بررسی های صحی فارم هایشان می توانند که به فعالیت هایشان ادامه بدهند. وزارت زراعت در 34 ولایت کشور تجهیزات مورد نظر فرستاده، مواد ضد عفونی را در 34 ولایت افغانستان فرستاده، در عین زمان جلسات هماهنگی به خاطر آمادگی بیشتر، تدابیر بیشتر در 34 ولایت افغانستان آغاز شده و مهمتر از همه واردات گوشت مرغ، مرغ‌های زنده، جوجه مرغ‌ها، تخم مرغ حتی به یک تعداد از ولایت‌های افغانستان از کشورهای همسایه ما منع شد. انفلونزای H5 یا انفلونزای فوق حاد پرندگان جز بیماری‌های گروه A از نظر سازمان جهانی صحت حیوانی است که خیلی کشنده می باشد. در افغانستان با افزایش مصرف گوشت مرغ شمار فارم‌های مرغداری نیز بیشتر شده است. اما فارمداران نگرانند آنچه که احتمال شیوع انفلونزا گفته می شود سبب رکود این صنعت شود که درآمد صدها خانواده را تامین می کند. هدایت الله نوری، تلویزیون آشنا، صدای آمریکا، کابل. بخش اداری برنامه ما در همینجا پایان یافت. در بخش پشتو که به میزبانی همکارم احمد شکیب دوز آغاز می‌گردد، تازه‌ترین‌ها را خواهید شنید. خدا نگهدار. تیم آشنا صدای آمریکا هر روز را با یک مرام آغاز می‌کند. با دولو چارو که در آمریکا غد به ارزشتون و غروالی ارائه اخبار موثق، معتبر و جامع. چارواکو او کارپوهانو تا بیساره لسلسه لدی. هر روز از رادیو، تلویزیون و شبکه‌های اجتماعی. صدای امریکا.